پدرم همیشه سفر میرفت. یادم یه عکسی پر خواهرم داره به نظرم که من خیلی کوچیک بودم که بغل پدرم بغل جیپ اداره کشاورزی با یه عده دیگه که کارمندا بودن تو بیابون هستیم ما که میرفتیم سفر. پدر رو کمتر میدیدیم ما در طول سال و اون موقع هم که سفرهای کوتاهی که داشت من با شرطم میرفتم. این بود که اصلا من از اون موقع درگیر سفر شدم. انسان، طبیعت، زندگی واسه مهمه. من هیچ وقت شیفته یه لوت خالی نیستم. لوتو وقتی که من لذت ازش میبرم من لوتو با ده سیف میسنجم. میدونی اون زندگی که توی ده سیفه تحت تاثیر لوته. روی یه فیلم خیلی مهم من روی واسه اوتریش ساختم راجعه خیلی سالهای پیش راجعه به عید قربان در کاشان که اصلا دیگه نیست و جالبه تمام این فیلم هایی که من ساختم رو آینا دیگه وجود نداره، به شدت تغییر و متحول شده. آینا این راجعه به دراویش و بعدم اورامانات عروسی مقدس. ما اولین تصویر اورامانات رو حتی عکسی نسولا کسرایان و سال بعد با هم و بعد سال بعدش من فیلم ساختم. این ترجمه میشه گفت نسرو کسرایان اولین تصویر اون از دیه آورد بیرون. کسی او رومان تخت نمیشناخت، کسی مراسم پیشیان داد، تا اینکه در همون قده در اوج بکری خود بکریت خودش بوده من فیلم عروسی مقدس رو کار کردم و مراسم های دیگه در ترکیان صحرا، مراسم های دیگه در حوزه دماوند، زیارت زردشتی ها در دماوند، مراسم برخچال، مراسم تیرماه که در مازن درمان برگزار میشه، در دوست نقطه جشن تیرگان برنامه های کشتی که دارن، رو ترکمن ها، جنوب خراسان، بلوچستان، روی زار، نوبان، یک ماه یک ماه تو چیز منطقه بودم. یعنی یه ساعت رو کسی من تهران بودم، کیپلو زن بچه بودم، کیپلو من واقعا من همجور که ما پدرمون ندیدیم بچه من. تنها چیزی که من رابطه با بچه خیلی بود موقعی که سال یک ماه در اینجا که نه کمتر بودم اینا رو جدی می بردم این سفرهای خودم، سفرهای درستابی ها. یه بود که همین داستان پدر تکرار شد، داستان پدر یه چیزی تکرار شد، نبودنش و نبودن من، سفرش و سفرهای من و بردن من به سفر و من بردن بچه ها به سفر یه جور برها تکرار شده. نگاه کن من خیلی ایران رو دوست دارم. یعنی نگاه کن داستان این بود که هیچ وقت به هر دلالی نخواستم ایران، همزم نخواه ایران ترک نکردم. من قبل از انقلاب سال 56 پذیرش از سوربن و نانتر دارم، از ژان روش گرفتم، یعنی بزرگترین فیلمساز مردم شناس فرانسه، یه آدم چیز چی میگم بهش توریسیان این کجی. بعد این نرفتم. 64 پذیرش گرفتم نرفتم. 66 پذیرش گرفتم با بورسیه خوندن زبان، چون دانشکده که بودیم زبان فرانسه میخوندیم، یه ذره چهار کلمه بلد بودیم اینا. و با پذیرش اینکه برم گرنوبل اینجا یه سال زبان بخونم، اون موقع ماهی 3000 فرانک من سنرس من میداد، من که سرکات علمی فرانسه ژان پیر دیگار واسه من درست کرده بود، واسه نرفت. بچه ها رفتم اتریش، من هم میرفتم اتریش. بعد از 5 سال اتریشی شدم من هم میشدم. من هنوز اتریشی نیستم. من کارت اقامتم زازه نشون پاس میگیرم. شما کتاب تارز من نهیدین. کوچه ایل بختیاری رو من خوشبختانه تنها شانسی که تو زندگی داشتیم یه ناشر آدم حسابی یه کار درستابی رو کرد نشون تو میدم. من تو مقدمش نوشتم که
این کتاب تقدیم به همسرم انسیه. حالا سالی که اینا کوچ کردن بیان، همون موقعی که نمازن کوچ کنن، من هم کوچ فیلم برداری داشتم. یعنی اینا داشتم بدن بیان، من نمیدستم برن، من باید بینمونم بختیاری ها. بعد من داشتم تقدیم به همسرم انسیه که در کوچی بزرگ اجاق خانواده رو نگه داشت.